خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به برخورد نیروی انتظامی در پارک پلیس تهران خواهیم گفت تا تحریم جدید آمریکا علیه ایران. روزنامه‌های ایران خونسردترین رسانه‌های جهان در مقابل تحریم آیت الله خامنه‌ای خبر. سلام آقای بهنود، گفتید که خونسردترین بودن رسانه های ایران، در حالی که اینجا واقعا هفته پرتنشی بود، هر لحظه هم این تنش میتونست به فاجعه تبدیل بشه. در آخر هفته هم درگیری لفظی که آقای روحانی ترامپ رو عقب مونده خوند، ترامپ رو هم رهبران ایران رو خودخواه و احمق. در حقیقت همین چند ساعت پیش یک خانمی از همکاران انگلیسی بی‌بی‌سی استدلال بانمکی کرد، گفتش که الان این مسئله انتخاب نخست وزیر انگلیس که در چند روز آینده صورت میگیره برای ما اصلا خبر نیست. ممکنه برای دنیا خبر باشه که هست، ولی ما برامون هیچ فرق نمیکنه چه اتفاق میفته. ظاهرا در مورد این مناقشه لفظی و گای و خلاصه با یه ذره خطرات بیشتر، به نظر میرسه تکرارش انقدر روتین شده که روزنامه ها دست کم روزنامه های اصولگرا شاید نه نگه داشتن، همراه با اینکه بر اساس بخشنامه 40 ساله هرچه فوشداری به امریکا بده، با اون فرمان همچنان دارن میرن، ولی بقیه روزنامه ها واقعا احساس میکنم که خسته شدن و بنابراین طولانی شده موضوع و بل کردن. تو ماجره مذاکرات برجام همینطور شده بود، یعنی باز همه دنیا هی میرفتن میکشتن خودشون رو همراه این هیئت ها این ور اون ور و روزنامه های تهران از یه جایی به بعدی نرفتن. میخوایم بریم حالا با روزنامه قدس شروع کنیم که این عکس در واقع اون پهبادی رو که ایران شلیک کرد بهش و انداخت سرنگونش کرد رو ببینیم، که اصلا دعوای هفته پیش بیشتر سر این بود و تنش بالای سر این بود. ولی هنوز داریم در حقیقت تراشه اون ماجرا رو دنبال میکنیم، یعنی اومده توی هفته نو، قبل از این صحبت آقای ترامپ و این تحریم ها و این داستان جدیده. داستان فکر میکنم اگه شما کنم روز پنجشنبه هفته پیش بود که ایران پهپاد آمریکا رو زد و دعوا از اونجا شروع شد. حتی تا روز جمعه هم هر لحظه امکانه این که یهو یک حمله نظامی صورت بگیره. آره، ولی حرف واکنش خود آقای ترامپ و تحریم به روزنامه شنبه نرسید. و بنابراین هنوز اون رجزخونی پهباد ادامه داره، یعنی میگن غیر از اینکه حیثیت سوخته امریکا صفحه اوله، در این حال سرمقاله رو میخونین که درس‌هایی از شکار پهباد آمریکایی که تمام میزانش این است که پیروزی بزرگی به دست آمده و اون کسایی که میگفتن باید بریم مذاکره کنیم ببینند که مبارزه خوب است و مذاکره بد است. خلاصه در یک کلام. خب بریم روزنامه همدلی رو ببینیم که این ماجرایی که واقعا وقتی منفجر شد همدلی این صدای همه رو در آورد دیگه. بله دیگه، باید اینو بهش داد و دید کارش رو، که تنها روزنامه وسط هفته بودش که این ماجرا رو با تیتر ارشاد گشت، که میتونه به معنی گشت ارشاد هم باشه یا ارشاد گشت هم باشه، الان لازم شده است که گشتارم ارشاد کنیم. بله. برای کسی که نمیدونم فقط یه توضیح بدیم که یک فیلمی منتشر شد در اواسط هفته که نشون میداد نیروی انتظامی و پلیس تهران دختری رو که میگن 15 سالش بوده رو با خشونت تمام وارد گشت، حالا ماشین‌های گشت نیروی انتظامی میکنه. صحنه که میبینید، البته همونطوری که میبینید کسی که داره این کارو میکنه لباس شخصی تنش بود و گفته میشه که این بچه‌ها در حال آب بازی با هم بودن و خب صدای خیلی ها در اومد که خب این چه برخوردی، حتی اگه مجرم هم باشن در صورت باید در یک دادگاهی محاکمه بشن، مشخص بشه، و همدلی هم این رو دیده. در کشوری که افرادی با میلیاردها، اینطور که قضات میگن با میلیاردها سوء استفاده و حتی کسایی که حکم اعدامشون محرز است، اینها رو وقتی که میارن به دادگاه میبینید که یا لباس تمیز تنشون یا اگه لباس دادگاه هم هست، بالاخره با احترام و اینا اومدن به دادگاه،
این دختر به فرض اینکه قوانین رو هم شکسته باشه، این خیلی حرکته که تمام اون صحنه سازی رو کاملا از بین میبره. محکوم به اعدام رو باشه همچین کاری نمیکنه. حتی شاید لازم باشه بگیم که چند تا از نماینده های مجلس خواستار پیگیری وزارت کشور شدن. آقای روحانی هم گفت پیگیری میکنیم. گفته شد که ناجا هم گفته که توبیخ میشن اینا، بعد اونم تکذیب شد. خلاصه مثل اینکه همینطوری این داستان ادامه داره. ولی از همین جاها معمولا جامعه خودش اصلاح میکنه دیگه. حمدلی هم در آخر گزارش مفصلی که نوشته میگه که واقعیت اینه که طی سالهای گذشته نیروی انتظامی که قراره که امنیت جامعه رو تامین بکنه، طوری شده که خیلی ها وقتی نیروی انتظامی رو میبینن رنگ از روشون میپره و شروع میکنن لرزیدن و در واقع خودشون باعث از بین رفتن امنیت در جامعه شدن. خب بریم روزنامه بعدی رسالت رو ببینیم. وزیر خندان در صف تحریم و با این تیتر تحریم لبخند. این که عرض کردم که اصولگراها فقط هستن که اینجا رو دیدن، یه نمونش رسالته. در حقیقت پشت این عکسی که دارید میبینید و پشت این سرمقاله‌ای که آقای میرادی سردبیر و البته معرف شدن الان به عنوان مدیر مسئول نوشته است، هر دوتا انگار یه طعنه‌ای وجود داره که میگوید که دیدین لبخند زدین به کجا میکشوننتون، تحریمتون میکنن و اینا دل بیرحمی دارن و پس بنابراین باید برگردیم به اونجایی که رهبر دیدین که گفتش که مذاکره نباید باشه و اینا یه تنهایی هم داره به تصاویری که منتشر شده بود از آقای ظریف و جان کری و اینا، همه توی بالکن تو بیان هستی که بله. خب بریم روزنامه بعدی ایران رو ببینیم. روزنامه ایران دو تا موضوع رو برقرار کرد. یکی همین که تو اولش صحبت کردیم، یعنی ماجرای برخوردایی که تو جامعه صورت میگیره به اضافه اونچه که در مورد زندگی خصوصی آدم ها میره. بنابراین حرف آقای روحانی رو اونجا تیتریه کرده است و یه گزارشی هم در دنبال این داره. یکی هم این عکسی که از مرزی برومند گذاشته به خاطر اینکه مصاحبه کرده است با خانم برومند، کارگردان معروف، کارگردان مرز موشا، و بعد هم ازش سوال کرده راجع به همین مسائل و بدون اینکه اسم برده بشه، از جمله این فشاری که به سلبریتی‌ها در خارج از کشور، چه مثل نمونه خانم اسکندری، چه مثل نمونه رامبد جوان و همسرش در کانادا آورده میشه، این چیه ماجراش؟ و ایشون هم با یه طعنه‌ای به مخالفان جمهوری اسلامی و به خصوص مخالفان تندرو که دنبال یه فرصتی میگردن که یه ناماشنایی رو پیدا کنن و مخالفت‌های خودشون ابراز بکنن صحبت میکنه، و در این حال تیتری که انتخاب کرده است متن حرفشی که میگه که خلاصه باید که بانوی گل سرخ شد. بانوی گل سرخ اشاره است به مستندی که در مورد خانم همایون سنتی شهین خانم درست شد که به عنوان بانوی گل سرخ، چون گل سرخ تولید کردند اون زن و شوهر در زمین های کویری کرمان. بله. بنابراین اسم مستند شده بود بانوی گل سرخ که با زحمت گل می رویان. بله. بنابراین ایشون هم میگه که خلاصه زحمت کمتری بکشیم ولی گل به رویانی. مصاحبه جالب بود، هرچند که خیلی محافظه کارانه جواب دادن در مورد مسائل، ولی در صورت مصاحبه جالب بود. خب میخواین بریم روزنامه شهروند رو هم ببینیم؟ روزنامه دیروزه، روزنامه آخر هفته، چنان که ملاحظه میکنین تقریبا هیچ اثری از ماجرای ایران و امریکا تو صفحه نیست. خب تو بیشتر صفحات اجتماعی شهروند اصولا مدت هاست که از سیاست و دیپلماسی اینا فاصله خیلی زیاد گرفته، بیشتر سوژاش سوژای اجتماعی شده. ولی در تحولی که پیدا کرد، ببینید یه چیزی رو اون بالا گذاشته به عنوان درآمد چراغ خاموش از یوتیوب. شروع کرده است از اینکه سریال پایتخت در یوتیوب آمده است و بعد نویسنده که اسمم نداره به این نتیجه رسیده است که اونجا داره یه درآمدایی ایجاد میشه. آی جماعت متوجه باشید، اونجا مقصود اینه که تو یوتیوب وقتی شما یه چیزی میذارید همه میدونن که گذاشتن اون هیچ قرار قاعده ای نداره، فقط باید یه مقرر که مثلا در مورد بچه ها، در مورد خشونت و اینا داشته باشه و آدم ها میرن اونجا میذارن و اگر از یه تیراژی بره بالاتر اون خود به خود بابت اینکه وسطش آگهی میذاره یک بخش کوچکی از پولی که بابت آگهی میگیره رو میپردازه.
کل داستانه، یه چیز پنهان و اینایی هم نداره. ولی نویسنده این مطلب که وسط گزارش هم که گزارش بدون اسمی هست نوشته که البته ما چون فیلتر، ما یعنی خود نویسنده، چون فیلتر شکن نداریم، مال همسایه ها مثل قدیم که میگفتن ماهواره همسایه داره، ایشون هم همین کار کرده. اونجا یه توضیحاتی میده که اکثر این توضیحات ناشی از این هستش که نویسنده گزارش نمیدونه اصلا ماجرا چیه و اصلا با مقررات اونجا آشنا نیست. یه مثال هایی میزنه توش عجیب غریبه، یه مثال هایی میزنه که مثلا میشود دور زد، درآمد رو پنهان کرد. اگه شما یه فامیلی در آمریکا داشته باشید، اونا بردارن ایمیل شما رو بدن و اینا. به نظرم میرسه که خیلی گزارش سردستی است. اما سرمقاله‌ای که آقای سیامک رحمانی نوشته، سردبیر مجله، که درباره همین ماجرایی است که با هم حرف می‌زدیم چند دقیقه پیش، اتفاقا سرمقاله خیلی خوبی، حالا شما انتقاد کردین از اون گزارش، ولی سرمقاله خوبیه از این جهت که داره میگه که اجازه ندیم که شأن پلیس خدشه‌دار بشه. و بعد میگه که همین که یک چنین فیلمی منتشر شده و نیروی انتظامی حالا اومده عذرخواهی کرده با اینا، این نشونه خوبیه. کاش که اینطور باشه که اجازه داده بشه در یک چنین چیزهای خبرنگارها، عکاس‌ها هم به راحتی بتونن فیلم بگیرن. اشاره ظریفی هم میکنه اونجا به این دوربینایی که ما اینجا در مورد پلیس میبینیم، الان دیگه تقریبا تو دنیا معمول شده است که یه دوربین‌هایی به یقشون هست که مستقیما به مرکز خودشون میفرسته. بله. و میگوید که این قرار بودش که بخرین، ظاهرا هنوز نخریدین یا هنوز نیامده یا هر چی، و کاش بود، وقت در اون صورت میشد یه قضاوت دقیقی کرد که حرف درستی. بله. خب بریم برگزیده‌ها. روزنامه سازندگی رو آوردید با مقاله از آقای قوچانی. دو تا موضوع در حوزه مطبوعات در هفته گذشته اتفاق افتاد که هر دوتاش رو به نقل از سرمقاله‌های این دو تا روزنامه عرض می‌کنم. اول محمد قوچانی در سرمقاله این شماره سازندگی خبر داد که چون شماره 400 هم شده و ما هم هر 100 شماره یه باری باید یه تغییراتی بدیم، یه تغییراتی میدیم، ولی این رو همراه کرد با یک نگرشی. گفتش که به نظر میرسه که شبکه‌های مجازی به یه دلیل واقعی، و اونم این که اخبار از نظر اونها لازم نیست واقعیت داشته باشه، چون اونا دیگه منبع نمیخوان که، بنابراین شبکه مجازی است و منعکس میکنن. به این دلیل شبکه های مینستریم رو دست و بالشون رو بستن، اهم از تلویزیون یا دیگران، و به خصوص سر روزنامه ها خراب شده. معتقد است که شبکه های اجتماعی از این طریق روزنامه ها رو زیر فشار خودشون قرار دادن، و اونجاست که میگه ولی ماها جا نمیزنیم. میگه که با پدیده روشنفکران مجازی مواجه هستیم که با جملات کوتاه و احکام قطعی و کلمات قصار برای آدم و عالم تعیین تکلیف میکنن. بله، این بخش تحلیلیش هم بله، میگه اونا این کارا هم میکنن و این کارا کاریه که ما نمیتونیم بکنیم. خب غلط نیستش، روزنامه ها رو خب به خاطر همین هم تیراژ اومده پایین، کسی نمیدونه. میگه تیراژ اومده پایین، ولی ما خوشبینیم و میخوایم بریم تو دلش و اثبات کنیم که هنوز روزنامه‌های چاپی زنده‌اند و میشه با تنوع نگهش داشت. این مژده ایست که به خوانندگان. یه چیزی هم گفتن که در 100 روز آینده 100 کتاب، 100 فیلم، 100 شعر، داستان، عکس، نقاشی، خاطره، کافه رو پیشنهاد میکنه روزنامه سازندگی با تمام قوت. از نجیب‌ترین نیروهای اجتماعی که از لومپنیسم چپ و راست به دور هستن دفاع میکنیم. بسیار عالی. اما دومی سرمقاله است که آقای میرفتاح نوشت برای روزنامه اعتماد. شما میدونید که دست کم 3 روزنامه از روزنامه‌های کشور از چند ماه پیش اعلام کردن که ورود به سایت‌هاشون دیگه مجانی نخواهد بود. ولی ظاهرا این سیستم اینطور که میفهمیم خیلی جواب نداده. ولی آقای میرفتاح چیز دیگه میگه. آقای میرفتاح میگه که درآمد داشت. یعنی درآمد ابراز میکنه که درآمد کافی بود. پس چطوری الان دوباره رایگانش کردن؟ آره، ولی تو این شرایط هم دست برداشتن از این درآمد در حالی که پول نیست و کاغذ گرون شد و اینا سخت بود. ولی ایشون تشکر میکنه از آقای حضرتی مدیر روزنامه، میگه که ایشون پذیرفت که از این درآمد بگذریم و بنابراین برداشته میشه اون فیلتر یا محدودیتی که وجود داشته، بنابراین تماشای این سایت رایگانه. این یه تحولی است که حالا میریم جلوتر میبینیم آیا بقیه روزنامه ها مسیر قبلی رو طی خواهند کرد که این نزدیک میشن به اینکه سایت هاشون بابتش چیزی بگیرن یا نه.
خب بریم سراغ مجله ها از زنان امروز شروع کنیم. یه چند وقتی بود نبود. بله، خانم شرکت در مقدمه شماره توضیح دادن مطبوعات در فارنهایت 451. دنیای این روزهای ما شبیه جهان تخیلی برادبری خالق رمان فارنهایت 451، جهانی که کتابخانی در اون ممنوعه و کتاب که نگهداریش اقدام علیه امنیت ملی و خواندنش عامل گمراهی به شمار میاد سوزانده میشه. کتاب سوزی و هدایت مردم به راه راست مأموریت آتش نشانهایی است که کارشون باید خاموش کردن آتش باشه. در این میان اما گروهی از نافرمانان مدنی محتوای کتابها را در مغزشون ذخیره میکنن، جایی که دست آتش هرگز به آن نمیرسد. به این ترتیب توضیح میده که در شهری که دائما صحبت از کاغذ و ارز و طلا و اینا هست، ماها بدون پشتوانه اقتصادی وسط موندیم، پس از 10 ماه فطرت دوباره دست به زانو گرفته ایم تا رخوت رگ و ریشمان را نخوش کند. یعنی در حقیقت دیگه بیشتر از این چیز نمیشد و از دست میرفتیم، یعنی اصلا مجوز باطل میشد. بنابراین شماره جدید دادن که اصلا از اولش با یه مصاحبه با نوشین احمدی خراسانی همراه هست درباره شبه فمینیسم و رو در رو شدن اون اندیشه با فمینیسم. مطلب بسیار خوبی است که با توجه مثل همه نوشته‌های خانم خراسانی با توجه به واقعیت‌های جامعه و واقعیت‌های کنشگران الزاماً نپر سر صدای جامعه. نکته جالب اینه که خانم احمدی خراسانی خیلی هم اهل گفتگو نیستن و خب اینم خبر خوبیه که خیلی سخت گفتگو میده. بله. و بیشتر ترجیح میده خودش نوشته باشه و به حال از اینجا شروع میشه دیگه. نوشته های خیلی خوبی دارم توی فهرست میبینم، بعضیش هم خوندم و انتخابش بسیار سخته. یه بحثی داشت راجع به جنسیت زدگی در زبان فارسی. خانم یاسمن آرنگ نوشته، اشاره کرده که در واقع زبان آینه مردمیه که دارن به اون سخن میگن و میگه که خب برخلاف خیلی زبان‌ها در دنیا، زبان فارسی این حالت مؤنث مذکر رو نداره و میگه که و به خاطر همین باید سعی کنیم که این اینقدر جنسیت زده نباشه. زبان جنسیت زده زبانیه که در نحو واژگان یا معانی استعاری جنس زن یا مرد رو تحقیر میکنه و شروع میکنه مثال زدن از چیزهایی که میگه که علارغم اینکه ما نداریم حالا این حالت مؤنث مذکر رو، ولی خیلی اصطلاحات داریم، ضرب المثل ها داریم، چیزهایی داریم که مدام ازش استفاده میکنیم، از کلمه مرد، مردم، نمیدونم اینا همه به چه صورته و اصلا نگاهی که داریم چیه. مثالایی که میزنه مثالای جالبیه. مثلا میگه که برخی ضرب‌المثل‌ها تاکید بر انفعال زنان داره، یک کلمه هم از مادر عروس بشنویم، یا مثلا خواب زن چپه. بعد اینا رو میگه، بعد خلاصه مثال‌های زیادی میزنه. آخرش هم میگه که نوع نگاه افراد جامعه فارسی زبان به زنان و مردان و تصور جامعه از جایگاه وظیفه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیه و در واقع میگه که اگر که سعی کنیم که این واژگان رو به این صورت که الان هستن، همین ترکیبات جنسیت زده رو به کار نبریم، میتونیم زبان فارسی رو از نشانه های جنسیت زده بزداییم و گام مهمی در برابری، در زمینه برابری جنسیتی. یه مقاله هم امیلی امرایی نوشته در مورد این زنان برابری خواه صورتی نمیپوشند و چند تا دروغ دیگه. این اسم کتابی هم هستش، میبینید که بله. توی مقالش نقل میکنه از فرهنگ‌های مختلف و اینکه در یه زمانی تصور میرفت که اصولا زنهایی که فمینیست هستن یا طرفدار رفع تبعیض بین زن و مرد هستن، الزاماً نباید که آدم های شیک و زیبایی باشن، که بعد این خودش موجب شد که همچین اسمی گذاشته شد روی نوشته که نویسنده محترم مطرح کرد. بعد حول این موضوع رو می‌بینیم. این هم مقاله خیلی خوبی به نظر. خب بریم مجله نگاه نو رو ببینیم. نگاه نو مثل بقیه شماراش واقعا در اول مجله نامه من مقاله های مفصل. بله. طولانی واقعا با فوت ریز. البته مجله خب زیر فشار خودش رو از قطع بزرگ مثل بقیه نشریات مثل زنان رسوند به یک دوم کاغذ. بله.
و خب از سر ناچاری است، ولی به اصطلاح پرش دومش یا پرش به عقب دومش این استش که دیگه تبدیل شد به فصلنامه، یعنی دیگه از حالت ماهانه خارج شد مجله. این فصلنامه در مورد دکتر یوسف صبوتیه. این دفعه دلیل اینکه آقای دکتر گذاشته روی جلد به خاطر اینکه مصاحبه که آقای میرزایی معمولا میکنه در هر شماره ای رو با آقای دکتر صبوتی کرده. آقای دکتر صبوتی اختر فیزیکدان، پایه‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان هست. ایشون بعد از اینکه درس خودش رو خوند رفت به کانادا، بعد از کانادا بورسیه شد رفت آمریکا و دکترا گرفت و پیداست که با توجه به شرایطی که در ایران به وجود اومده بود به راحتی میتونست در اونجا بمونه، چون در همه مراحل رو خیلی در بالا گذرانده بود، ولی نکرد این کار رو، برگشت اومد ایران و شروع کرد در جای مختلف کار کردن و به خصوص بعد از اینکه از شیراز هم اومد رفت اساسش رو گذاشت رو زنجان که ظاهرا زادگاهشون هم هست و این یک نمونه فوق‌العاده است، مصاحبه مفصلی است که انجام میشه. غیر از اینکه بقیه مطالبی که میخوام، من فکر کنم بهترین صدا رو صدایی است که در همین اول کار که نامه ها میاد یه نامه نوشته پرویز دوایی از پراگ که معمولا یک نامه داشت برای مدتی تأخیر شده بل. مدتی نتونسته بنویسه به دلیل شخصیش، به بقیه جایی هم که مینوشته تو همین چیز افتاده. تو این نامه خودش نشون داده که مجله رو میخونه و نشون داده سطر سطر مجله رو میخونه و خیلی راضی از مجله، در این حال خیلی شاعرانه و محبانه از اینکه خودش نتونسته بنویسه عذرخواهی کرده. خب بریم یه نگاه مختصری به مجله قهوه بکنیم. حالا دیگه از اون حالت میایم بیرون، حالتون خوب میشه به خاطر اینکه دیگه هر چی میبینین خوبه. و اون عکسایی که شما نشون دادید واقعا به خصوص عکسایی میکنه، همین عکس ساتیار امامی یا تو بشه مال کجا گمشتپه و مال اول سیلاسی که در گمیشان آقلا و اینا که اون بالا در آقلا اینا که اونجاست که مردم دارن میرن خودشون در حقیقت صدی بزنند و اینا، بعد میفتید توی طوفان در فنجان قهوه و بعد یه کافه هایی که فقط برای دلسوزوندن افرادی که دور از کشور هستن. فیروز کشو میگفتش که خب اگه اینجوری بود که ما اصلا نمیومدیم بیرون. اشاره کرد از بعضی از کافه هایی که این وسط نوشته شده و تبلیغ شده و معرفی شده و بعد تو خیابون ها و تو مراکز تجمع اینا. خب بعد خلاصه که مجله مفصل و خوش آب و رنگی بود. خب بریم شهرونگ رو ببینیم و نکته آخر که اینم یادتونه که شهرونگ چه اتفاقی افتاد. دومین گافی که در طول دو هفته آقای محسن هاشمی داد که یکی از دوستان، یکی از روزنامه‌نویسای قدیمی تو توییتر نوشته بود که آموس تو وارد این بازی نشو بلد نیستی چیزی که بلدی. اون موقعی که اومد گفتش که این شب‌ها که قرار بودش درست بکنن، شهرداری درست کنه و بعد نیروی انتظامی گفت نه خیر نمیشه درست کنی اینا، آموس هم در جهت مصلحت اون رستوران ها باز باشه، آره برای شب بیدار باشه، آموس هم برای مصلحت چی گفت من شب زود میخوابم و این بچه ها اگه برن تو این برنامه های شب بیدار موندن و اینا وقتی که میان زابرا میکنن آدم، به این دلیل من مخالفم. اینا هم همینه گرفتن. شهر ونگ اومده از قول تمام سران مملکت از همین زاویه، آره، معاون کمیته سلامت، من ایدز ندارم، بگذارید ایدزی ها بمیرند. جدیدترین تصمیمات شورای انقلاب شهری، از شب میترسم تعطیلش کنید. سرایدار برج دموکراسی، میگذارید اینستا فیلم برداری ممنوع. رئیس ستاد مبارزه با جنگل خاری، شنا بلد نیستم، کسی ساحل نرود. اداره رفاه، خنده سبک است، مردم باید گریه کنند. خلاصه با همه چی، رئیس امور زنان، فوتبال ورزش مسخره ای زنها نبینند. خلاصه چای چی؟ من چای لیوانی میخورم، استگان ممنوع شود. برای هفته چندومی که شما فرصتی باقی نمیه، شما نه ولی اصولا کلن زمان اگر شما بتونید خیلی خلاصه بگین بفرمید. از آیدین سیرسری خوندم که مصاحبه کرده با یه چماق به عنوان یه فرد با تجربه قدیمی که تازگی بازنشسته شده، سلام علیک کرده باش، میگه مدتت کمکار شدید، دلیل خاصی داره؟ چماق جواب میده متاسفانه در این مملکت احترام پیشکسوت اسم نمیشه. من چند سالی نشستم گوشه خاک میخورم، نه وزیر اومد از ایالتم نه مسئولین دیگه، هزینه نجاری رو هم یه بزرگواری داد که نخواست نامش افشا بشه.
میگه ناراحت کننده است، شما این همه سر کار کردید. میگه بله، شما خودت شاهدی که من در مقاطع حساس چطور آلت دست میشدم. میگه ولی زارم باید قبول کرد که اون تاثیر سابق رو ندارید. میگه راست میگه، بخاطر پیر شدم دیگه. میگه شاید به خاطر این ابزارهای جدیده. میگه من هی میخوام فراموش کنم، تو یادآوری کن. بله میدونم ابزارهای جدید اومده، اما نباید پیش کتف تا فراموش بشن. میگه نظرتون راجع به چماقای جدید چیه؟ میگه همش سری سر این فضای مجازی است. اونجا حتی چماقاشون هم فرق میکنه. قدیم هر کسی از دیگری خوشش نمیومد، با اون خود مخالف بود، منو برمیداشت مثل مرد، شدت مخالفت رو اعلام میکرد. اما الان بعد گریهش میگیره، دستمال در میاره، خبرنگار میده به چماق، میگه حالا نگران نباشید خیلی و این حرفا باشه، این حرفا هستش اینا. میگه آره منم همینطور شده. طرف میاد فوش میده، بعد این جوان بیبوته به خودش زحمت نمیده حتی فوش بده بهش، یه انگشت توی جایی میزنه بلاکش میکنه. این که نشد زندگی. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون در مورد برنامه های تلویزیون، رادیو و وبسایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. @bbc شما هم در تلگرام شناسه ماست که میتونید با ما در تماس باشید. هشتگ دیدبان رو هم یادتون نره. مرسی که با ما بودید. به همراه آقای بهنود همینجا تا هفته آینده با شما خدافظی میکنیم. شب روزتون خوش.